سرخط خبرها. متاسفانه آخرین جزئیات درباره فرمانده اکمل امیری. دلخراشترین خبر بر رهبری طالبان. ابلاغیه عاجل به تمامی ارتش و مبارزین هندوکش در سراسر افغانستان. منابع محلی: والی طالبان در بلخ به کارمندان ولایت دستور داد که بدون عمامه یعنی لنگی وارد اداره نشوند. یک جوان در ولایت بدخشان خودکشی کرد. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. منابع محلی: والی طالبان در بلخ به کارمندان ولایت دستور داد که بدون لنگی وارد اداره نشوند. منابع معتبر از ولایت بلخ به افغانستان انترنشنال گفتند حاجی یوسف وفا والی طالبان به کارمندان این وزارت دستور داده است که بدون لنگی وارد ادارات دولتی نشوند. و گفته منابع، این دستور هفته گذشته به طور شفاهی به همه کارمندان ابلاغ شده و از آن زمان به طور جدی تطبیق می شود. منابع گفتند این دستور تا اکنون فقط برای کارمندان دفتر والی ابلاغ شده و اگر کار آقای وفا در این ولایت ادامه یابد، ممکن است به کارمندان دفاتر دیگر نیز دستور مشابه صادر شود. و دنبال کشته شدن محمد داود مزمل، والی طالبان در بلخ در نزده حدود 14-1، یک حکم منصوب به هیبت الله خانزاده محمد یوسف وفا را به عنوان سرپرست ولایت بلخ تعیین کرد. آخرین جزئیات از فرمانده اکمل امیری. استخبارات طالبان با پخش این تصویر ادعا کردند که فرمانده اکمل امیری فرمانده جبهه آزادی را از بین بردند. اما برادر اکمل امیری میگوید که فرمانده امیری زنده است. این در حال است که جبهه آزادی میگوید از نشر اطلاعات ناموثق خودداری کنید. افراد طالبان روز شنبه با نشر تصاویر جدید منصوب به جنازه اکمل امیر گفتند که او در سالنگ کشته شده است. جبهه آزادی بلا فاصله 30 اعلامیه خود را منتشر کرد و از کاربران شبکه های اجتماعی خواست تا تحویل دهی جنازه ها و روشن شدن ابعاد این واقعه از نشر اطلاعات ناموثق خودداری کنند. جبهه آزادی در این اعلامیه در مورد سرنوشت اکمل امیر جزئیات نداده است، اما در تماس که افغانستان انترنشنال با مسئولان این جبهه داشت، آنها گفتند تا زمانی که پیکر فرمانده امیر را تحویل نگرفتند، نمی توانند خبر جان باختن اکمل امیر را تایید یا رد کنند. جبهه آزادی روز شنبه 26 حمل در اعلامیه خود گفته است که طالبان با گذشت 5 روز تنها پیکر فهیم سالنگی را به خانواده اش تحویل داده و پیکرهای سایر نیروهای این جبهه را تا اکنون به خانواده هایشان تحویل نداده است. این جبهه گفته است که تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز تا اکنون نتیجه نداده است. در 30 اعلامیه جبهه آزادی تاکید شده است که ملیشه های طالبان همچنان با آزار و اذیت خانواده های کشته شدگان این جبهه ادامه می دهند. این جبهه خواهان توجه جدی سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر به این مسئله شد. در اعلامیه جبهه آزادی آمده است پخش شایعات و آوازه ها بخش از جنگ روانی بوده که با اهداف چند پهلوی در بیشتر موارد منجر به انحراف و افکار عام می شود. این جبهه تاکید کرده است که در مورد سرنوشت جنگ و جنگجویان خود اطلاع رسانی خواهد کرد. جبهه آزادی از کاربران رسانه های اجتماعی نیز خواسته است که تا تحویل دهی جنازه های نیروهای این جبهه توسط طالبان از پخش و نشر اخبار ناموثق خودداری کنند. وزارت دفاع طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته به طور رسمی اعلام کرد که اکمل امیر فرمانده مشهور جبهه آزادی را با 8 چریک همراهش در ولسوالی سالنگ ولایت پروان کشته است. جبهه آزادی در همان روز با انتشار اعلامیه کشته شدن 6 نفر چریکی های خود را تایید کرد، اما جان باختن اکمل امیر را تایید نکرد.
جبهی آزادی گفته بود که در این درگیری 48 ساعته در منطقه کوکولامی سالنگ بیش از 30 نفر از اعضای طالبان کشته شدند. منابع محلی از سالنگ جنوبی به افغانستان انترنشنال گفتند که 5 جنازه از چیرگی های جبهی آزادی در محل نبرد جا مانده، اما پیکر اکمل امیر در میانشان نیست. خانواده اکمل امیر نیز در آن زمان جان باختن او را تایید نکردند. طالبان با اینکه ادعا کرده بودند که این فرمانده مشهور جبهه آزادی را به قتل رساندند، اما پیکر او را به خانواده‌اش تحویل ندادند. امری که سبب شد حدس و گمان‌های زیاده درباره زنده بودن یا جان باختن این فرمانده نظامی دولت پیشین در فضای عمومی شکل گرفت. دلخراشترین خبر به رهبری طالبان. به نقل از رسانه ها، 3 پیام مهم در 3 روز گذشته. 1. نفرت عمومی علیه طالبان به خاطر شهادت 6 تن از اعضای جبهه آزادی. 2. نشست سمرقند و پیام توهین آمیز همسایه ها به طالبان، البته به زبان دیپلماتیک. 3. دیدار تامویز با تعداد افراد بهویت در قطر با تاکید به مذاکره و گفتگو با طالبان، البته گفت‌های مفت و تکراری. همچنان ابلاغیه عاجل به تمام ارتش و مبارزین هندوکش در سراسر افغانستان. در چند روز گذشته در تویتر مشاهده کردیم که پس از شهادت رزمندگان شجاع ما در سالنگ شتل، برخی افراد استفاده‌جو دنبال تنش بین جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی هستند. به ویژه به نظر می‌رسد که نزدیکان طالبان و سرسپردگان اشرف غنی از این وضعیت بهره می‌برند و در صدد دامن زدن این پروپاگاندا هستند. همچنین برخی از افراد شکسته خورده و بی‌برنامه که در جبهه مقاومت ملی جای نداشتند، حالا به سرسختی به پنجشیر ستیزی و محله‌گرایی می‌پردازند و سعی میکنن جبهه مقاومت را کم رنگ بسازن. البته این فقط یک خیال است، زیرا همچنان آزادی افغانستان در پنجشیر دفاع خواهد شد. در مقاومت اکثر مردم سهم بارزه داشتن، اما هسته و قلب مقاومت در پنجشیر است و همیشه خواهد ماند. به همین دلیل پنجشیر و اندراب بهای بزرگ را برای آزادی کشور میپردازن. به عنوان مثال زندانهای طالبان پر از جوانان پنجشیری هستند. هر جریانی که در برابر طالبان قرار می‌گیرد، باور دارم که جبهه مقاومت با آغوش باز از آن استقبال خواهد کرد. یک جوان در بدخشان خودکشی کرد. منابع محلی از بدخشان در شمال شرق کشور گفتند که یک جوان در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده است. این جوان که احمد خالد نام داشت، روز شنبه 26 حمل در شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان به زندگیش پایان داده است. گفته می شود که خالد 25 ساله پس از یک تنش لفظی با اعضای خانواده خود را با طناب در اتاقش آویزان کرده است.